سلام، در خدمت آقای سینا پورمحمدیان، مدیر پارتنرشیپ شرکت سوکان هستیم. سلام آقای پورمحمدیان، خیلی خوش اومدین. اگه صحبتی با بیننده سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم. سوال اولم اینه که ما چقدر به این جنس از همایش‌ها و رویدادها و آموزش‌ها نیاز داریم؟ ببینید، کلن فضای دیجیتال مارکتینگ فضاییه که نتورکینگ خیلی توش تأثیر گذاره. اینکه آدم ها همدیگر رو ببینن، با همدیگه صحبت بکنن، معاشرت بکنن. حالا در کنارش میتونن از تجربیات همدیگه، از کارهایی که انجام دادن، از اشتباهاتشون، از موفقیت‌هاشون بیان و استفاده بکنن. این موارد رو با همدیگه اشتراک بذارن. این اتفاق زمانی رخ میده که همچین رویدادهایی برگزار بشه. افرادی که توی در واقع این فضای دیجیتال مارکتینگ هستن کنار هم جمع بشن و شروع بکنن با همدیگه صحبت کردن. به خاطر همین برگزاری این رویدادها تعداد زیادش خیلی میتونه به پیشرفت دیجیتال مارکتینگ توی ایران کمک بکنه. بله، خیلی هم عالی. و ما از لحاظ تکنولوژی چقدر با دنیا از دنیا چقدر عقبیم؟ ببینید، الان در حال حاضر توی خارج از ایران از تکنولوژی هایی داره استفاده میشه که شاید توی ایران خیلی کمتر داره میاد. البته میاد، ولی خب با یه اختلاف زمانی میاد. اگر هم شاید اختلاف زمانی کمه، شاید خیلی فرهنگش نیست، شاید خیلی دانشش نیست. الان بحث AI خیلی توی ابزارهای خارجی مطرح هست و کلن ابزارها به سمتی دارن میرن که از هوش مصنوعی استفاده بکنن. همین یه ماه پیش گوگل از نقش AI توی گوگل ادز داشت صحبت میکرد و اینکه چقدر میتونه کمک بکنه به مارکترها و دیجیتال مارکترها که بتونن کمپین های دقیق تر و حرفه ای تری رو ایجاد بکنن. و خب به خاطر شرایطی که الان در کشور هست، محدودیت هایی که وجود داره، شاید خیلی ما نتونیم از اون ابزارها استفاده بکنیم. حالا یه بخشش تحریمه، یه بخشش بحث در واقع محدودیت هایی که تو کشوره و یه مقدار هم شاید اون بحث فرهنگ است. یعنی ما تا بتونیم فرهنگ رو در جامعه خودمون ایجاد بکنیم که بتونیم درست از این تکنولوژی استفاده بکنیم، شاید یکم زمان بر بشه. خیلی عالی. حالا بحث محدودیت ها که شد، توی آنالیتیکس ما چقدر توی ایران محدودیت داریم؟ چه محدودیت هایی داریم؟ شاید اصلا ترین محدودیتی که در حال حاضر توی مثلا آنالیتیکس وجود داره خود بحث دسترسی به همین ابزاره، چون تحریم هستیم و یکم دسترسی بهش ممکنه سخت بشه. اما به غیر از اون یه سری فیچرهایی وجود داره که خب خیلی شاید تو ایران جا افتاده نیست، مثل فیچرهایی که مربوط به همون هوش مصنوعی شه، بحث پردیکتیو، پیش بینی کننده بودن آنالیتیکسی که شاید خیلی ما نتونیم ازش استفاده بکنیم فعلا در حال حاضر. و حالا احتمالاً آپدیت هایی که میاد شاید در آینده نقش پررنگ تری داشته باشه. بحث لوکال بودن دیتا ها، بحث ای کامرس تراکینگ، چون ای کامرس تراکینگ یه مقدار تو ایران سخت انجام میشه، واحد پولیش نیست و شاید خیلی نتونیم از اون دیتا ها استفاده بکنیم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. خواهش میکنم. ممنون از شما که با ما همراه.